جام جهانی 2022 برای اولین بار در منطقه خاورمیانه برگزار می شود و قطر به عنوان میزبان این بازی ها 8 ورزشگاه هوشمند و پیشرفته را آماده ساخته است. داخل ورزشگاه های قطر مجهز به سیستم های هوشمند پیشرفته برای تنظیم دماست. در ادامه این ویدیو به معرفی ورزشگاه های جام جهانی قطر یا استادیوم های جام جهانی قطر 2022 می پردازیم. شماره 1، استادیوم البیت. این ورزشگاه منحصر به فرد برای رقابت بهترین تیم‌های جهان دارای یک سازه چادری غول پیکر است که کل ورزشگاه را پوشانده و در شهر شمالی الخور قرار دارد. این ورزشگاه استادیوم افتتاحیه جام جهانی قطر است که برای بازی‌های افتتاحیه جام جهانی 2022 در نظر گرفته شده است. شماره 2، استادیوم احمد بن علی. این میزبان جام جهانی در یکی از تاریخی ترین شهرهای این کشور و در نزدیکی دوحه و در مسیر مناظر زیبای بیابانی قرار دارد. دروازه کبیر در 18 دسامبر 2020 با اولین بازی تماشایی که شامل جام امیر قطر بود، درهای خود را بر روی تماشاچیان باز کرد. الریان، جایی که استادیوم احمد بن علی در آن قرار گرفته، به دلیل عشق به سنت ها و فرهنگ محلی و همینطور تیم فوتبال محبوب آن یعنی باشگاه ورزشی الریان شهرت دارد. این استادیوم میزبان حد اکثر 40,000 تماشاچی در مسابقات جام جهانی فیفا 2022 تا مرحله 1/4 نهایی خواهد بود. شماره 3، ورزشگاه الجنوب. طراحی این استادیوم به گونه است که با نزدیک شدن تماشاچیان به استادیوم، با پارکی زیبا و معماری زیبا با این ورزشگاه مورد استقبال قرار خواهند گرفت. استادیوم الجنوب در 18 کیلومتری شهر دوحه قرار دارد و با ظرفیت 40,000 نفر بخشی از یک مجموعه ورزشی گسترده تر شامل مسیرهای دوچرخ سواری و اسب سواری، فروشگاه، رستوران و باشگاه های ورزشی است. پس از جام جهانی 2022 نیز ظرفیت این ورزشگاه به 20,000 نفر کاهش پیدا می کند. شماره 4، استادیوم بین المللی خلیفه. در می 2017 قطر با برگزاری مراسم افتتاحیه دیدنی و با میزبانی فینال جام امیر قطر، بازگشایی محبوب ترین ورزشگاه خود را جشن گرفت. این استادیوم در سال 1979 در شهر الریان ساخته شده و برای مدتی طولانی سنگ بنای سنت ورزشی کشور قطر بوده است. ورزشگاه 40,000 نفری خلیفه قبلا هم میزبان بازی‌های آسیایی، جام خلیج عربی و جام ملت‌های آسیا و سایر رویدادها بوده است. استادیوم بین المللی خلیفه نقشی محوری در مسابقات جام جهانی ایفا می‌کند. شماره 5، ورزشگاه شهر آموزش. اطراف استادیوم شهر آموزش پر از دانشگاه‌های برتر است که محل تحقیقات پیشرفته دانشمندان است. کل این منطقه خانه بنیاد آموزش، علم و توسعه جامعه قطر، جام جهانی فوتبال 2022 را راهی برای توسعه اجتماعی و انسانی می‌داند. این ورزشگاه نیز پس از برگزاری مسابقات به ظرفیت 20,000 نفر کاهش می‌یابد و صندلی‌های آن نیز به استادیوم کشورهای در حال توسعه اهدا خواهد شد. شماره 6، ورزشگاه ملی لوسیل. استادیوم 80,000 نفری لوسیل به عنوان استادیوم فینال جام جهانی قطر 2022 انتخاب شده است و نمادی برای نشان دادن و به اشتراک گذاشتن فرهنگ عرب با جهانیان است. شکل و نمای این استادیوم جام جهانی قطر منعکس کننده نقش تزئینی پیچیده روی کاسه ها، ظروف و سایر آثار هنری است که در سراسر جهان عرب و اسلام در طول ظهور تمدن در منطقه یافت می شود. شماره 7، ورزشگاه 974. این ورزشگاه که با نام 974 شناخته می شود، یک پروژه پیشگام در دنیای ساخت استادیوم ورزشی است. این استادیوم جام جهانی قطر که از کانتینرهای حمل و نقل ساخته شده، به طور کامل برچیده خواهد شد و از مصالح مورد استفاده در ساخت آن برای پروژه های دیگر مجدد استفاده می شود. در واقع طراحی خلاقانه این استادیوم از تجارت و دریانوردی جهانی قطر الهام گرفته شده است.
شماره 8 ورزشگاه السمامه. استادیوم السمامه یک نمونه متمایز از معماری عربی است و کلاه سنتی در جهان عرب الهام گرفته شده است. این طراحی به این دلیل انتخاب شد که یک اشتراک فرهنگی بین تمام اعراب در جهان است. بنابراین بیانگر عمق تمدن عرب و میراث فرهنگی تاریخی مشترک کشورهای عربی است. این استادیوم در مناطق جنوبی دوحه قرار دارد و فاصله آن با فرودگاه بین المللی حمد تنها چند دقیقه است.